الخوف ينقسم الخوف إلى ثلاثة أقسام. خوف يا ترس از الله بطور كلي ترس بر سه قسم هست. الأول خوف عبادة، يعني نخاف لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى، نعبد الله بين الخوف والرجاء. نوع اول خوف عبادت هست، به انسان که الله متعال رو بین خوف و رجا، میان بیم و امید عبادت میکنیم. و نخاف من الله لاننا نعظم الله ولا يمكن ان يكون احد مساوي لله سبحانه وتعالى في الخوف. و از الله متعال خوف داریم و اینکه هیچ کسی رو همانند و شبیه الله متعال و همتای او در عبادت نمیدونیم. و نخاف من الله لان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، يعلم ما في السرائر. و از الله متعال ترس و خوف داریم از این جهت که او از سرایر و آنچه که در سینه های ماست آگاه است. هذا الخوف صرف لغير الله شرك اكبر، كمن يخاف من الجن، من اصحاب القبور، من الاولياء. این نوع ترس اگر اون رو از غیر الله داشته باشیم، مثل ترسیدن از انسان یا جنی، بدین شکلی که مطرح شد از نوع شرک اکبر شمرده میشه. ثانی من الخوف خوف طبیعی، خوف جبلی، اخاف من النار، من اللصوص، من قطع الطريق، اخاف من الاسد. نوع دوم ترس، ترس طبیعی، مثل این که انسان از آتش میترسه، از دزدها میترسه، یا از آنچه که در زندگی او به طور طبیعی وجود داره و موجب ترس هست، ترس و نگرانی داره. الثالث من الخوف خوف محرم، كالخوف من المخلوق وطاعه المخلوق في معصيه الخالق. نوع سوم خوف یا ترس، ترس حرام هست، ترسیدن از مخلوق، بدین شکل انسان به خاطر ترس او نافرمانی الله متعال رو بکنه یا دستور الهی رو ترک بکنه. او يخاف بعض الناس يقنط من رحمه الله، يذنب ولا يستغفر، هذا خوف محرم. یا ترسی از که حرام شمرده میشه، بدین شکل انسان مرتکب گناهی بشه و از رحمت الهی ناامید بشه. اذا عندنا اهم ما يكون الخوف الذي لابد ان يصرف لله ولا يمكن ان يصرف لغير الله، لان الصرف هذا لغير الله هو الشرك الاكبر. اسال العافيه والسلامه والله اعلم. اینجاست که میگیم که در خوف عبادت که خالص و خاص برای الله متعال هست، برای غیر الله انجام نمیدیم و انجام